بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع درباره احترام نام های الله سبحانه و تعالی و تغییر نام به خاطر آن اقسام نام های الله سبحانه و تعالی به دو قسم است یکم مخصوص است دوم غیر مخصوص است مخصوص است تنها برای الله صحیح می شود پس به آن غیر الله را نامیده نمی شود وگر به آن نامیده شود تغییر آن واجب می باشد مثل الله الرحمن رب العالمین و مانند اینها دوم غیر مخصوص است یعنی به آن غیر الله را نامیدن درست می باشد مثل الرحیم السمیع البصیر اگر ملاحظه صفت کرده شود از به آن نامیدن من کرده می شود و اگر صفت ملاحظه کرده نشود بنابراین که اسم محض است نامیدن جایز می باشد دلیل یکم از ابو هریره روایت است که کنیه او ابوالحکم بود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فقط الله حکم است و حکم از آن اوست ابو شریح گفت قوم من وقتی در چیز اختلاف میکردن نزد من میامدن و من در اختلاف آنها حکم میکردم و هر دو طرف راضی میشدن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن چی بهتر این کار بسیار خوب است و پرسید فرزند داری؟ گفتم بله به نام شریح مسلم و عبدالله رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کلانترینشان کدام است؟ گفتم شریح است. فرمودن پس تو ابو شریح هستی. حدیث با روایت ابو داود و دیگران روایت کردن. کنیه کلمه است که پدر یا مادر یا برادر یا عمک یا تقا سر شده است. این نامی که برای این مرد گذاشته شده بود در آن معنای صفت ملاحظه شد و آن حکم است. پس به این موافق اسم الله گشت و نه تنها برای اسم محض بودن بلکه برای اسمی که در برگیرنده معناست و به این شریک الله در این نام شد و برای پیامبر او را به کنیه که شایسته او بود کنیه گذاشت و او را به اعاده عقیقه امر نکرد اکنون مسئله های این موضوع یکم احترام صفت ها و نام های الله سبحانه و تعالی و اگرچه معنای آنها قصد نشده باشد از چیزهایی که خاص به الله هست یا به آن ملاحظه صفت قصد کرده می شود دوم تغییر نام به خاطر احترام نام های الله سبحانه و تعالی و اینچنین هرگاه امری را در برگیرد شایسته نمی باشد سوم اختیار کلانترین فرزندان برای کنیت و کنیه گذاشتن مباح است و مشرک کنیه گذاشتن نمی شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.